خب خوش اومدیم به جلسه تکمیلی طراحی قالب دیجی کالا با استفاده از المنتور و قالب وردپرس اهورا اه تو این جلسه تکمیلی میخوایم با هم دیگه حالت ریسپانسیو دیجی کالا رو پیاده بکنیم یعنی صفحه اصلی دیجی کالا رو باز میکنم حالت ریسپانسیوش رو میبینم که بهتر این اینور باشه ببینم دقیقا چطور میتونیم یه حالت ریسپانسیو ما هم داشته باشیم کاری که بعد انجام بدیم اینه که صفحه اصلیمون رو ویرایش با المنتور بزنیم المنتور رو بذاریم رو حالت ریسپانسیو موبایل رو انتخاب کنیم طبق دیجی کالا طراحی رو انجام بدیم خب من اینو میذارم رو حالت ریسپانسیو موبایل الان تفاوت های اصلی که داره سایتمون با دیجی کالا چند تا تفاوته که با هم دیگه چک می‌کنیم یک توی دیجی کالا این حالت استوری رو تو موبایل نداریم شاید هم تو دسکتاپ هم نداریم نه حذفش کرده دیجی کالا خب مشکل نداره ما میذاریم باشه ولی یکم بعد از توی قسمت پیش رفته از بالا بهش فاصله بیشتری بدیم مثلا یه 50 پیکسل نمیدونم بعد بهش بدیم برای اینکه سریعتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم من صفحه اصلی رو توی دسکتاپ این طرف باز میکنم تو حالت نمایش برگه ببینیم چه جوری میشه طراحی ما خب یکم باید فاصله رو کمتر بکنم مثلا 50 تا زیاد بود. مثلا یه C پیکسل فاصله بدم روز سانی البته چون این نوار بالای وردپرس رو داریم بهتره که تو حالت اینکگنیتو هم تست بشه این تو حالت میتونیم بهتر به نتیجه برسیم آره تو حالت کاگنیتو ببینید خیلی فاصله کمه ما باید بیشترش بکنیم پس اینجا فاصله رو مثلا می کنم همون 60 تا به نظر میاد یکم زیاد شده چلو پنج تا به که دلیلش چیه دلیل اینه که هدرمون ثابت استاتیکه در نتیجه خب شناور دیگه یعنی اینجا باید فاصله به هدرمون بدیم خب تقریبا خوب شد من به جای 45 50 تا بش میدم 50 تا فاصله خوبیه بریم سراغ قسمت بعدی سلایدرمون که توی دیجی کالا سلایدرمون یکم ارتفاعش بیشتر شده در نتیجه ما هم باید سعی کنیم اینو بذاریم حالت ارتفاع کمترین ارتفاع یعنی خب جالب در نمیاد اینو بهتره توی حالت ریسپانسیو ریسپانسیو المنت بچه های ما درستش کنن براتون نگران این نباشین اینو من میگم بچه ها حل کنن که توالت ریسپانسیو اوکی باشه عکسو یکم کراپ بکنه دیگه مشکلی پیش نمیاد اینا هر کدوم باید چهار تا تو یک ردیف باشن یعنی ما باید هر کدوم از اینا رو بذاریم ارزششونو 25 درصد که بیان کنار هم دیگه چهار تا تو یه ردیف خداش رو شد که 33 و 333 نیست 25 و 25 قسمت بعدی پیشنهاد شگفت انگیزه پیشنهاد شگفت انگیز توی حالت موبایل توی قسمت استایل هاشیه ستونش توی قسمت استایل هاشیه نباید چیز داشته باشه نباید هاشیه داشته باشه خب این که رو خود المنت هست اگه اشتباه نکنه خود element نمیشه تغییرش داد ولی خب به طور کلی اسلایدرش رو اینا کار میکنن قسمت بعد شگفتنگیزی سوپر شگفتنگیزی سوپر مارکتی هست که اوکیه الان طبق اون چیزی که ما در نظر گرفتیم چهار تا بنر داریم این بنر نباید هر کدوم اینجوری بزرگ باشن باید پنجاه درصد باشن دسته بندی محصولات اون باید تو هر کدوم، تو هر، توی هر ردیف باید سه تا باشه، پس میشه همون ۳۳ و سی سه و ۳۳۳ معروف، خیلی بد میاد از اینکه بخواییم سه تا سه رو اینجوری نشون بدیم. یعنی شما هزار تا سه هم بذاری آخر اون چیزی که میخوای در نمیاد، یک هم از سمت چپ و راست فاصله میافته. شما بهترین حالت اینه که بی نهایت سه بذاری که در اون صورت هم درست کار نمیکنه. اینا چی هم؟ تصویر بعد باید پنجاه درصد باشن آها تصویر ولی درست لود نشد خب محبوب ترین برند ها پیشنهاد دیجی کالا پیشنهاد دیجی کالا رو آها ما نداشتیم توی دمومون اوکیه این بنر هایی که اینجا داریم ما میذاریم همون پنجاه درصد نه بذارید همون صد باشه خوشگل تر موبایل و تلفن همراه که درسته اینا همه درستن اهورا پلاس درسته اهورا کلاب هم درسته موبایل و تلفن همراه هم درسته پرفروشترین محصولات پرفروشترین محصولات یکم برای موبایل به نظرم سایزش بزرگه یعنی ما بهتره که بیایم توی ستایل توی عنوان نه خود جعبه، تایپوگرافی عنوان، سایز خودش رو کچکتر بکنیم یکم. چینش عنوانش هم باشه راست. آره. این تغییرات میبینید چون کنارش موبایل کشیده یعنی فقط تو موبایل اعمال میشه. خب بهتر. منتخب محصولات تخفیف و حراج هم همینطور. ای بابا چرا اینا اینقدر دارن جا به جا میشن. جعبه عنوان جعبه قسمت استایل جعبه عنوانش چینشش باشه همون وسط ولی تایپوگرافی عنوان سایزش کوچیک بشه خب این که ها په نشون داده میشن باید از طریق قالب حل بشه اینو اوکیه مشکلی نداره حلش میکنیم خاندنی ها یکم ارزش زیاده بهتره که ارزش یعنی فاصله داخلیش بیشتر بشه مثلا یه ده پیکسل از هر طرفش فاصله بدیم که مثل دیژیکالا بهتر بشه فوتر اونم که انجام دادیم چقدر سریع شد ریسپانسی و صفحه هستیم من فکر میکردم خیلی بیشتر از اینا تایم این بگیره از امون. ولی خب اوکی شد دیگه ذخیره شد و مشاهده برگه میتونید حالت تبلت رو هم چک بکنین اگر دوست داشتین حالت تبلتتون هم این چیز تر تمیز در خب اونم میتونید طبق همین روشی که بهتون گفتم انجامش بدید اینسپکت میگیرم حالت موبایل تو حالت موبایل همه چی عالی و صفحه بدون مشکل کار میکنه و همین راحتی نماد هم از ریسپانسیف کردن سایتمون و این هم کلن از طراحی دیجیکالا با قالب اهورا و الیمنتور شاد و پیروز باشید داریم براتون دموهای بعدی هم داریم سعی می‌کنیم مثل سایت های معروف و معتبر ایرانی و خارجی یه سری دموها بزنیم همزمان هم براتون آموزش ضبط می‌کنم یکی دو تا المنت مثلا مثل این ساده خرید ایجکس و ایناست یا اون دسته بندی که اضافش نکردیم تو صفحه اصلی اونا رو تو نسخه بعدی بچا دارن روش کار میکنن که شما میتونید از المنتش استفاده کنید یعنی دقیقاً مثلا یه سبد خرید کپی دیجی که اینجوری بتونید روش حالا مثلا اگه محصولی اضافه کردین حالت ایجکسی این محصول اضافه بشه اینجا بتونید ببینید اینا رو بچه در روش کار میکنن تو نسخه بعدی قالب اضافه میشه اصلا نگرانش نباشید شاد و پیروز و سربلند باشید